گفتگو میکنم با آرش آرامش، حقوقدان و کارشناس امنیت ملی و همچنین کاظم علمداری، نویسنده و جامعه شناس. سلام میکنم به هر دوی شما آقایون. آقای آرامش، با شما شروع میکنم. بعد از چند دادگاه و انتشار این عکس که حالا حسابی هم معروف شده، دونالد ترامپ محبوبیتش چندین درصد حالا بیشتر شده. چرا واقعا فکر میکنید که اینجا تو آمریکا رای دهندگان آمریکایی اینطوری واکنش نشون دادن؟ من فکر میکنم اون خواستگاه اجتماعی آقای ترامپ و طرفداران دو آتیشش در حزب جمهوری خواه که الان یا اکثریت غالباً یا اکثریت مطلق در این حزب، عملا ایشون رو هم به کرسی نامزدی حزب جمهوری خواه دوباره میرسونن و هر اتفاق سیاسی یا قضایی بر حق عمل آقای ترامپ بیفته، همونطور که خودش هم قبلا گفته بوده کسی رو هم بکشه توی خیابون، طرفداران دو آتیشه ایشون، جمهوری خواه معمولی رو نمیگم، طرفداران فرقه ایشون دست از حمایت ازشون بر نمیدارن. سه نکته رو خیلی سریع عرض کنم. این حملاتی که میشه به سیستم قضایی ایالات متحده، به نظر من یکی از سالمترین سیستم‌های قضایی است، عملا به سه دلیل نادرسته. دلیل اول، FBI یا پلیس فدرال ایالات متحده پلیسی است بسیار سالم و محافظه‌کار. در این تاریخ حدوداً 100 سالش، 1908 بگیریم چه 1935، تا حالا بلا استثنا تمامی رؤسای FBI به غیر از یک دوره 71 روزه همه جمهوری خواه بودن. اکثریت بدنه FBI معمولا محافظه کارترن، افسرهای اگر بخوان حزبی رو انتخاب بکنن بیشتر جمهوری خواه هستن تا دموکرات، ولی میبینید به غیر از آقای تام پیکرد در سال 2001 71 روز، بقیه این 100 سال همه بلا استثناء جمهوری خواه بودن. رئیس کنونی FBI هم که منصوب خود آقای ترامپ. دلیل دوم، اکثر کسانی که به عنوان شاهد در این 4 محکمه، 2 ایالتی و 2 فدرال، علیه آقای ترامپ مستقیما شهادت خواهند داد، به غیر از یک یا دو نفرشون که مستقلن، بقیه همه جمهوری خواهند و از کسانی بودن که برای خود آقای ترامپ کار کردن یا به او پول دادن. و نکته سوم، اونهایی که عملا به عنوان شاکی از آقای ترامپ آمدن جلو و این پرونده ها رو درست کردن، نمونش مثلا آقای کمپ فرماندار جمهوری خواه ایالت جورجیا، آقای راتنسبرگر وزیر داخله ایالت جورجیا، آقای رایان جرمنی مشاور حقوقی وزیر داخله ایالت جورجیا، نه تنها جمهوری خواهند، نه تنها با آقای ترامپ رای دادن، نه تنها برای او پول جمع کردن، ولی قسمی که به قانون اساسی خورده بودن موقعی که آقای ترامپ درخواست مستقیم برای دخالت و تقلب در انتخابات کرد، مجبور شدن بیان جلو و به قول معروف پتی آقای ترامپ رو برو. پس بخاطر حملات به سیستم قضایی ایالات متحده نه تنها دروغه بلکه جفاست و عملا بازیچه خوبی برای امثال پوتین و خامنه ای و کیم و ژی که بگم ببین در آمریکا هم این بساط است. این کار بسیار ناشایست که ترامپ و طرفداران دو آتیشه فرقه‌ایش دارن با سیستم قضا در این مملکت میکنن. آیا علمداری، شما چی فکر میکنید؟ در جامعه این واکنش رو شاهد هستیم که به هر حال طبق نظرسنجی ها افزایش پیدا کرده محبوبیتش. فکر میکنید دلیلش چی میتونه باشه؟ نارضایتی از عملکرد دولت بایدن یا چیز دیگه ای دخیله؟ بله، ضمن تایید صحبت های جناب آرامش، بذارید من با آمار حرف بزنم. به عنوان یک جامعه شناس، شما میبینید که 7 میلیون دلار ترامپ در بعد از این عکس جمع آوری کرده. اگر قرار بود 74 میلیون رای دهنده جمهوری خواه که در 2020 رای دادن به ترامپ، نفر یه دلار میدادن میشد 74 میلیون دلار. این 7 میلیون دلار یعنی نفر 25 سنت پول دادن، این ماگ ها رو 34 دلار، تیشرت ها رو 47 دلار دارن میفروشن. حالا به طور اوریج نگاه، متوسط نگاه بکنیم میشه 40 دلار. اگر شما نگاه بکنید میبینید که کمتر از نصف که چه از کنید 25% رای دهنده های جمهوری خواه پول دادن. حالا تا ممکن است مثلا کسانی پولای گنده هم داده باشند، یه خانواده چند تا تیشرت با هم بیا خریده باشند، دو تا برای بچه‌هاشون خریده باشند که جزء رای دهنده ها به حساب نمیان، سن قانونی نیستن، چون در آمریکا 2020 158 میلیون رای دهنده به صورت الیجیبل برای رای دادن بودن. از این 80 از این رای تعداد 81 میلیون به بایدن رای دادن، 74 میلیون به ترامپ. بنابراین 7 میلیون دلاری که اونو جمع کردن پنی اصلا پول اصلا نیست. در کمپین انتخاباتی 2020 بیلیون دلار خرج شده و
و محبوبیت ترامپ در حال حاضر در درون حزب همونقدر که میبینید هست، ولی خیلی روشن است. شما از 70% رای دهنده ها صحبت کردید، شما که نگزارش داده شده که مثلا طرفداران امروز ترامپ 38%، 32% از بایدن حمایت میکنن، 30% دیگه کجا هستن؟ معمولا در انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا نه اون 30% بلکه 3% و 5% تعیین میکنن، یعنی کسایی که مستقل هستن بین در دو حزب در نوسان هستن. همینطور که در سال 2020 اکثریت مردم بدون که بایدن محبوب ترین کاندیدا برای دموکرات ها باشه به دلیل اینکه نمیخواستن ترامپ انتخاب بشه و رای دادن، در دوره بعد همین اتفاق خواهد افتاد. بنابراین امروز در درون حزب جمهوری خواه به دلیل ملاحظاتی که در درون حزب است، یه حزب جمهوری خواه به نظرم که حزب جمهوری خواه سنتی نیست، ملاحظاتی که در درون حزب هست، مثلا انتخابات محلی و ایالتی که بعضی حساب میکنن باید هوای طرفداران ترامپ داشته باشن. من البته فرصت اگر بود آمارهای بیشتری بهتون میدادم. میرسیم به آمارهای بیشتر جناب علمداری. اجازه بدید من میخوام این سوال رو بپرسم از هر دوی شما. آقای آرامش، اگر برای من به هر حال، حالا به غیر از حالا بعضی از ما ایرانی ها که حالا سیاست های خارجی آقای ترامپ رو میپسندند یا میپسندیم، شاید در داخل آمریکا اینجوری نباشه، به هر حال یه سری طرفداری داره دیگه آقای ترامپ که تعدادشون کم هم نیست. واقعا شما فکر میکنید که چه چیزی باعث محبوبیت آقای ترامپ شده بین اون هوادارانش؟ بدون شک ایشون طرفدار داره. اگر طرفدار نداشت که خب بالاخره نامزد حزب جمهوری خواه دو دوره نمیشد. اگر طرفدار نداشت که باز 70 میلیون رای نمی آورد، ولی هر دو دفعه هم از هیلاری کلینتون کمتر رای آورد و هم از آقای بایدن. دفعه در زدش روش دفعه اول رای الکترال رو بود، دفعه دوم هم الکترال رو باخت و هم با حدوداً 8 میلیون 7 میلیون رای اکثریت مردم رو. اما یک خشمی هست در بخش رادیکالیزه شده یه حزب جمهوری خواه. ببینید خیلی از ماها اصلا شاید سالهای سال پیش با ایدئولوژی راست میانه بیشتر نزدیک بودیم. حزب جمهوری خواه پدر آقای بوش پدر، آقای ریگان، آقای فورد، آقای نیکسون و راکفلر، امثال آدمایی که میگفتن سیاست باید دست مردم رو در اقتصاد باز بگذاره، به تخت خوابشون و مسائل خصوصی هم کاری نداشته باشه و یک سیاست خارجی قدرتمند. ولی صحبت‌های پوپولیستی و رادیکال شده هم راست افراطی هم چپ افراطی و راست افراطی به نمایندگی آقای ترامپ که ضد اتحادهای بین‌المللی ایالات متحده هست، تقریبا روس پرست و پوتین پرست است، تقریبا سپیدگراست، بسیار مذهبی تبشیری است و بسیار هم مردگراست. یعنی نگاه میکنید، البته بله مطمئنم افرادی هم هستن که دکترا دارن و پی اچ دی دارن و ام دی دارن، ولی اگر به صورت کلی آمار نگاه میکنید غالب خواستگاه مذهبی تبشیری دو آتیشه انجیلی است، غالب خواستگاه کم سوادتر کم تحصیل تر است، غالب خواستگاه سفید است، غالب خواستگاه طرفدار اصلاً و اصلا مهمتر غالب خواستگاه شهرنشین نیست، بیشتر رورال یا غیر شهری است در روستاها یا مناطق خارج از شهر. به خاطر همین می‌بینید که این نکته آخر آخر عرض کنم، گفتید که مصاحبت گوتوی گفتن که ایشون استاد بازاریابی است. این که یک مرد میلیاردر نیویورکی که در عمرش 3 بارم کلیسا رفته، 3 بارم طلاق گرفته، با بازیگرهای فیلم‌های بزرگسالان می‌خوابه و به اونها پول میده، قمارخونه داشته، آمده دل مذهبی تبشیری انجیلی دو آتیشه فقیر رو برده، این واقعا معجزه تبلیغاتی است. ولی آقای ترامپ از این حزب رادیکالیزه شده دارد سود می‌برد. مرسی آقای آرامش، خیلی وقتمون کمه، معذرت میخوام از شما. آقای علمداری، سوال آخر رو میخوام از شما بپرسم. فکر میکنید جامعه آمریکا خواسته هاش با 4 سال پیش متفاوته؟ خیلی اتفاقات مختلف افتاده در این 4 سال. خب جامعه در حال تغییر و خیلی داینامیک است، خواسته عوض میشه، ولی اون چیزی که گسل بزرگ فرهنگی سیاسی در آمریکا ایجاد کرده و ترامپ داره از اون استفاده میکنه، پوپولیسم رو برای سوار شده، عوض نشده، همچنان داره اون رون کار میکنه به دلیل خیلی مشخص اقتصادی، صنعتی، مهاجرت خارجی ها، مسئله مرز مکزیک و آمریکا، مسئله حقوق زنان و
احتمالاً خواستهای محافظه‌کارانه‌تری که حزب جمهوری خواه هم رنگ هست، هم سو هست با ترامپ، این هنوز همچنان داره کار میکنه. ولی بذارید منم اضافه بکنم که در کنار این گسله بسیار بسیار بزرگ فرهنگی و سیاسی، دموکراسی آمریکا داره از بین میره اگر او برنده بشه. من نظرم نمیاد، البته 160 مورد یا حرکت غیرقانونی رو انجام دادن، اتهامات سنگینی به خصوص در ایالت جورجیا به کار برده شده. در همین مثلا کمپین آخر فقط 177500 نفر 177500 نفر پول دادن، ماگ و تیشرت خریدن. اون 74 میلیون کجا هستن؟ درسته، خیلی ممنونم، خیلی عذرخواهی میکنم از شما، وقتمون خیلی محدود بود. آقای آرامش از شما ممنونم، آقای علمداری از شما هم خیلی ممنونم. من دلم میخواد که دو شما و دوستانتون در تلویزیون رینج آمارا کار بکنید و مشخص بشه که مردم دوچار مثل توهم نشن روی این آمارا. خیلی ممنونم، خیلی ممنون، عذرخواهی میکنم از شما.